دولت عراق از تمام 60 کشوری که شهروندان آنها در اردوگاه خانواده های گروه سنی های تندروی داعش ساکن هستند خواست تا آنها را در اسرع وقت به کشورشان بازگردانند. قرار است این اردوگاه که در شمال سوریه نزدیک مرز عراق است بسته شود. در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مدت هاست که مقام های عراقی بارها خواستار برچیده شدن اردوگاه الهول در سوریه شده و از کشورهای جهان خواسته اتباع خود را از آنجا خارج کنند و در عین حال نسبت به خطر ایجاد افراط‌گرایی و نفرت پراکنی در صورت ادامه فعالیت آن هشدار دادند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تاکنون تنها 24 کشور بازگرداندن شهروندان خود را از اردوگاه پناهندگان الهول آغاز کردند. او از روسیه که به تازگی 32 کودک 5 تا 17 ساله را به کشور خود بازگردانده است قدردانی کرد. دو روز پیش هم وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده 11 شهروند خود و 6 کودک کانادایی را از اردوگاه‌های شمال شرق سوریه بازگردانده است. از 11 شهروند ایالات متحده که به کشورشان بازگردانده شدند، 10 نفر متعلق به یک خانواده بودند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه ای گفت این بیشترین تعداد شهروندان آمریکایی بوده که تاکنون از اردوگاه‌های سوریه به آمریکا بازگردانده شدند. تاجیکستان هم دو هفته پیش حدود 50 زن و کودک دیگر تاجیک را از سوریه به کشورشان برگرداند. آنها همسر و فرزندان جنگجویان تاجیک هستند که در دهه 2010 در جنگ‌های گروه سنی‌های تندروی داعش در سوریه و عراق ناپدید و یا کشته شدند. این آخرین گروه از زنان و کودکان تاجیک بودند که از سوریه به تاجیکستان بازگردانده شدند. گفتنی است که تقریباً 50,000 نفر که عمدتاً کودک هستند از 60 کشور مختلف در دو اردوگاه پرجمعیت الهول و روژ در سوریه سرگردان ماندند. نیمی از آنها که آوارگان سوری و عراقی هستند در اردوگاه الهول به سر میبرند. اردوگاه های الهول و روژ توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها اداره می شوند که سالها با گروه سنی های تندروی داعش تا زمان سقوط آنان در اوایل سال 2019 مبارزه کردند. برخی کشورها از بازگرداندن شهروندان خود از این اردوگاه ها امتناع می کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفت تنها راه حل پایدار برای بحران انسانی و امنیتی در اردوگاه‌های آوارگان و بازداشتگاه‌ها در سوریه این است که کشورها اتباعشان را به کشورشان بازگردانند و بازپروری کنند تا دوباره بتوانند عضوی از جامعه شوند. برای صحبت بیشتر در این باره سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، در اردوگاه الهول چه می‌گذرد که نگرانی مقام‌های عراقی را برانگیخته است و منظور مقام‌های عراقی از نفرت پراکنی توسط ساکنان این اردوگاه چیست؟ من با تفکر از ببینید در اروپای حلول بحران های عدیدی وجود داره، مخصوصا تجمیع خانواده های مسلحین و تروریست های بنیانگرای افراطی که در اونجا هستن باعث شده که نگرانی های برای جامعه جهانی وجود بره بعد از بیانیه جدید داعش که تمام اعضا و گروه های خودش رو دعوت به عملیات گرگ تنها کرد و بعد از این خیلی جامعه جهانی نگران عملیات‌های جدید هستند. و همین فشارهای عدیدی رو به عراق میارن که تکلیف بزرگترین اردوگاه خانواده‌های این گروه توریستی رو تعیین تکلیف بکنه. و همین بهترین راهکار این راهکار رایج شد. ولی متأسفانه بعضی از کشورهایی که خیلی اعضای یعنی خیلی از ملیت‌های اونها در اون اردوگاه هستن از پذیرش این سر باز می‌زنن. و همین یه نگرانی های ایجاد می‌کنه که آیا این خانواده ها برمیگردن یا خیر، چون یه دو تا اردوگاه در شمال سوریه هم اتفاق افتاد که باعث فرار خیلی از اعضای
دستگیر شده داعش در مورد باشه، نگرانی ایجاد که شاید این خانواده ها بخوان فرار بکنن و داعش دوباره شکل بگیره. بله، راهکار منطقی برای حل دائمی این مسئله از نظر شما چیست؟ راهکار دائمی من نظر نمیتونم، ولی آنکه صاحب نظران و متخصصین راهکار میدن اینه که اول مسئله حمایت های بین المللی که از این اردوگاه ها میشه اول حل و فصل بشه، و مسئله بعدی اینه که باید تکلیف داعش و گروه های بنیادگرای راست افراطی همچون اخوانی ها باید اول مشخص بشه و بعد به نتیجه نهایی بکنه محاسب بشه. ممنونم از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.